رشد شاخص بورس و سرازیر شدن حجم زیادی از نقدینگی از اواخر سال 98 آغاز شد. درست در شرایطی که اقتصاد کشور با کسری بودجه سنگینی روبرو بود، مردم به ورود به این بازار دعوت شدند. نزدیک 2 سال بود که بازار از رکود خارج شده بود و دوران رونق خود را سپری می‌کرد. برخی معتقد بودند که کسری بودجه سنگین دولت و تنگناهای مختلف و کم سابقه باعث توجه ویژه به بازار سرمایه برای فروش دارایی‌های دولت و تامین مالی شده است. مجموع این عوامل باعث شد که حجم نقدینگی قابل توجهی وارد بازار شود. این چرخه تا اوایل تابستان 99 ادامه پیدا کرد، اما مرداد ماه ورق برگشت و لغو فروش دارا دوم تبدیل به نقطه آغاز ریزش‌های بسیار سنگین بازار بورس ایران شد. این ریزش‌ها دوباره در بازه‌های مختلفی به دلایل گوناگون رخ داد و تا امروز هم رکود بازار بورس همچنان ادامه دارد. در این میان این مردم عادی بودند که بخش اعظمی از دارایی‌های خود را از دست دادند. بله. از حدوداً 5-6 ماه پیش. الان تو سود هستید یا ضرر؟ ضرر. چی شد شما وارد بازار بورس شدید؟ ما اول دیدیم که خب سود داره، گفتیم کمک خرجمون باشه با این کار که چیزی نبود، درآمدی نداشتیم آنچنانی، گفتیم کمک خرجمون باشه. ولی از روز اول دو روزش یه مقدار سود کرد، دیگه از روز بعدش دیگه مرتب ضرر، هر روز ضرر. دیدیم که همه دوستان دارن میبرن بی‌تعارف، دارن سود میبرن، گفتیم ما کمک خرجمون باشه. بعد دیگه دیدیم که خب اینجوری شد، هیچ کاری ما دستمون بر نمیمه بکنیم. گفتیم امروز خوب میشه، فردا خوب میشه. همین در 5-6 ماه مونده. از خرداد ماه سال 99 با توجه به تبلیغاتی که سطح شهر بود و سطح بازار بود و سرمایه های سرگردانی که داشتم، خیلی مقدار نقدینگی بالا نبود. بهترین جا رو برای سرمایه گذاری بورس میدیدم. بعد الان توی ضرر هستید یا تو سود هستید؟ الان خیلی تو ضررم. تا موقعی که سرمایه خودم به دست بیارم ضررم جبران بشه تو بورس هست. بعدش خارج میشید؟ ببینم شرایط بازار چیه. مسائل از ابتدای اردیبهشت ما برای در واقع فعالین بازار نگران کننده شده بود، ولی خب افراد تازه وارد می اومدن در واقع با قصد و نیت این که یک شبه راه 100 ساله رو طی بکنن و تو این بازار به شدت ثروتمند بشن. اما اتفاقات جور دیگه رخ داد. تیر ماه و مرداد ماه ما شاهد یه سری اتفاقاتی بودیم که در واقع این جریان نقدینگی که از سوی مردم در واقع شکل گرفته بود با مشکل مواجه شد. یکیش بحث آزادسازی معاملات سهام عدالت بود که این در واقع یک عرضه سنگینی رو برای بازار ایجاد کرد، در بازار ایجاد کرد. از طرف دیگه این شرایط که پدید اومده بود از ابتدای سال، بسیاری از دولتی ها و شبه دولتی ها از فرصت استفاده کردند و در واقع سهام های خودشون رو در قیمت های پیک به مردم عادی جامعه فروختن و نقدینگی از دست اونها خارج شد و این بحثی که بعد از ریزش بازار در واقع در قالب بحث حقوقی مطرح شد، به این صورت در واقع در اون دوران اتفاق افتاد. مجموع این عوامل باعث شد که در واقع مرداد ما، 19 مرداد ما شاهد آغاز ریزش بازار باشیم. بازار وارد رکود شد که همچنان در واقع ما این رکود رو داریم تجربه میکنیم. طیف گسترده ای از رفتاری که در واقع شامل میشه این دستکاری قیمت، اون چیزی که در قوانین مقررات اومده، هر چیزی که باعث گمراهی در واقع فعالیت سرمایه‌گذاران بشه، حالا چه در زمان معاملات اون اوردرهای خرید و فروش که وارد سیستم میشه و یا اینکه در واقع استفاده از گروه های کانال های تلگرامی که سیگنال خرید میدادن و در واقع سهمی که خودشون داشتن و قصد داشتن که اون رو به سبب قیمت های بالاتر بفروشن سیگنال های خرید میدادن، خب افراد زیادی بودن که از این کانال ها استفاده میکردن و اونها خیلی راحت تو قیمت های خیلی بالا تونستن در واقع
این اتفاق رو رقم بزنن. یه عده هم در واقع حالا اومدن ربات هایی رو طراحی کردن که این ربات ها در واقع توی خرید و فروش باز اخلال ایجاد میکرد و در واقع بعد از اینکه بازار روند صعودیش تموم شده بود، حالا با استفاده از اون ربات ها عده‌ای در واقع تونستن در واقع اقدام به فروش بکنن و در واقع منابع خودشون رو از بازار خارج بکنن. در رابطه با اوراق مشارکت یا اوراق سایر اوراق که دولت منتشر میکنه، سال گذشته همیشه در قانون بودجه کشور وجود داره، سال گذشته هم وجود داشت و فعالین حرفه‌ای بازار میدونستن که 6 ماه دوم با یک چنین مسائلی هم در واقع مواجه هستن. متاسفانه افرادی وارد بازار شدن که بازار رو نمیشناسن، فقط اسم خرید و فروش میکردن و در واقع یک دفعه مثلا شاک میشدن که چرا دولت اومده اوراق منتشر کرده، در صورتی که این جزء برنامه های دولت بود و چیز غافلگیر کننده برای حرفه ای بازار در واقع نبود. صفحه‌های فیک وجود نداشت، من چنین چیزی رو در عمل ندیدم. بیشتر شایعاتی که ببینید تازه واردها به بازار اینها رو در واقع القا میکنن، چنین چیزی در عمل وجود نداره. واقعیت اینه که افراد اعداد و ارقام متفاوتی دارن، افرادی هستن که با سرمایه‌های قابل توجه وارد بازار شدن، 20 میلیارد تومان 30 میلیارد تومان تعدادشون کم نیست. خب ابتدای ریزش اینها از بازار خارج نشدن، ابتدایی که این اتفاق افتاد من خاطرم هست توی مرداد ماه اونهایی که رقم‌های کمتر از 100 میلیون تومان توی بازار داشتن یا این حدود، در واقع اونها فروشنده بودن، بعد افرادی که تا حدود 200 میلیون تومان داشتن فروشنده شدن و اینها به دنبال این بودن که از بازار بورس به بازار خودرو نقل مکان بکنن و این کار رو هم کردن، اون بازار رو هم در واقع متشنج کردن. این اتفاقات در واقع افتاد، ولی خب افرادی هم هستن که رقم هاشون قابل توجهه و این افراد توی این هیجانات معمولا تصمیم گیری نمی کنن، توی این هیجانات در واقع اقدام به خروج هم در واقع نکردن، در واقع در ابتدای ریزش بازار چون فکر میکردن مقطعیه اون ریزش رو تشدید نکردن، ولی خب جایی رسید که دیگه خب تحملشون تموم شد. خب اون موقع باعث شد که در واقع توی صفحه فروش قرار بگیرن و ما شاهدیم بودیم که خب حالا صفحه فروش قابل توجهی برای بعضی از سهم ها پدید اومد و اینا فیک نبود، واقعی بود و صفحه فروش فیکی در عمل من شاهدش نبود. برج 56 بازار ریزش شروع شد و طبیعی هم بود، چون بالاخره این منابعی که وارد میشه برای ادامه رشد نیاز به منابع جدید داره. وقتی که اکثریت مردم وارد میشن دیگه منابع جدید نداره از این رشد قیمت ها پشتیبانی کنه، طبیعتا بعد از یک رشد شدید ما ریزش شدید داریم. از طرفی خب همه ما میدونستیم که دولت بحث کسری بودجه هست و برای تامین کسری بودجه چشم داره به بازار سرمایه. به افرادی که وارد بازار سرمایه می‌شدن، مثلا برج 4 برج 3، ما می‌گفتیم خب مراقب باشید الان بازار خیلی رشد کرده، می‌گفتن نه دولت به بازار احتیاج داره پس حالا بازار هست. نگاه کنید تو این حرف، یعنی ما پیش‌فرض نقش دولت رو توی بازار پذیرفتیم. وقتی که دولت اومد حالا انتشار داد سهم‌هاشو برای تامین مالی خودش، خب بازار ریخت. حالا بحث اومد جلو، اهالی بازار گفتن که برای جلوگیری از ریزش تو این محیط مجازی و هشتگ‌هایی که ما می‌دیدیم بیایید دامنه رو نامتقارن کنید. چه اتفاقی افتاد؟ این اتفاق باعث شد که یه مقدار به نقدشوندگی بازار آسیب برسه. اگر که دامنه رو نمی‌بست، حجمه‌های منفی 5 پشت سر هم فشار خیلی سنگینی روی دولت ایجاد می‌کرد. دولت باید زمان می‌خرید تا بتونه اون بازی رو که توی بازار بدهی را انداخته به اتمام برسونه.
این منفی دوها شیب نزول رو کم کرده و در کوتاه مدت به نظر من میتونه فشار رو از روی دولت کم کنه، اما باید در نهایت یک روزی برسه که دولت توانایی مهندسی بازارها رو نداشته باشه. ما ناتوان بودیم در کنترل فساد و وضع قوانین صحیح، به همین دلیل هیچ وقت به ثبات نمیرسیم. دائما در حال طراحی و باز طراحی قوانین جدید هستیم. ما زمانی که با بیگ دیتا طرف هستیم، یه اتوماسیون بزرگی مثل بورس با بیگ دیتا طرفه، نمیتونه نظارت و کنترل رو بر عهده اشخاص بسپاره. این کاملا اشتباهه، باید به عهده سیستم های هوشمند، سیستم هایی که از ماشین لرنینگ، دیپ لرنینگ، هوش مصنوعی، الگوریتم ژنتیک استفاده میکنن که اولا کنترل کنن فساد رو، نظارت کنن، پیشگیری کنن و شناسایی کنن. این حجم از ظرافت و آسیب پذیری مراقبت میخواد. درمان اصلی در واقع رفع بیعتمادی هاست. جامعه بیاد ببینه که اون افرادی که در واقع این بیعتمادی ها رو به وجود آوردن، اون افرادی که از شرایطی که پدید اومده و سوء استفاده کردن، در واقع باشون برخورد قاطعی صورت بگیره. اون موقع است که در واقع نسبت به دولت و بازار سرمایه و کل مجموعه اعتماد بیشتری رو خواهند کرد و اقدامات اتفاقات بهتری در پیش رو خواهد. کلیت بازار یک بازار بلند مدته. من یک نمونه ای عرض کنم خدمتون. امروز مثلا یک سهمی حالا باز شده، من قیمتش رو اشاره نمی کنم، 4 سال پیش بسته بوده تا امروز. امروز با یک قیمت 2800، با یک نوسان 2800% مثبت باز شده. یعنی کسی اگر این قیمت رو 4 سال پیش داشت، امسال با 28 برابر اگه اشتباه نکنم بالاتر باز شده. یعنی این نشون میده که بازار ما به هیچ عنوان کوتاه مدت نیست. الان کسایی بودن که خب تابستون امسال وارد بازار سرمایه شدن، به تب حتی یک سال هم از عمر سهامداریشون نگذشته و اینا انتظار دارن بازدهی‌های نامتعارفی از بازار کسب کنن. خب این یه خورده دور از ذهنه، ولی خب اگه بگیم مد نظر بگیریم یک نرخ بازده حداقلی که بگیم 20% نرخ بازده بانکی هست، خب به تبع خیلی از سهم‌ها در یک سال میتونن این بازده رو به دست بیارن، به شرطی که خب ما صبر داشته باشیم و گزینه سرمایه گذاریمون گزینه درستی باشه. سهم‌ها متأثر از در واقع مؤلفه‌های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و گزینه‌های دیگری هستن که شما نمیتونی بگی که من این سهم رو خریدم حتما یک سال بعد سود میکنم.